با درود خدمت شما مخاطبین عزیز، با اینکه دیگر از برنامه های چالش در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سه موضوع مختلف خواهیم پرداخت. در ابتدا به جنبش دانشجویی و در ادامه صحبتی رو انجام دادیم با فرزند رامین فاتحی، رامتین فاتحی، فردی که فعالی که داخل کشور بازداشت شد، تحت شکنجه در اطلاعات سنندج به قتل رسید، و در انتها به تجمع برلین با خواهیم پرداخت. اما در قسمت اول برنامه با رحمان حسینزاده هستیم در رابطه با وضعیت جنبش دانشجویی، در واقع دانشگاه سنگر آزادی. رحمان حسین زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. منم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز سلام دارم، امیدوارم خوب و سرحال باشین. سپاسگزارم. خب همینطور که بینندگان عزیز هم اطلاع دارن، خب جنبش دانشجویی مثل سالهای گذشته در واقع واقعا یک سنگری هستش، سنگر مبارزاتی هستش، به مبارزات خودشون دارن ادامه میدن. و در همین رابطه میخوام صحبت خودم رو با شما شروع کنم. در واقع همینطور که میبینیم بیش از سه هفته هستش که دانشگاه فعالانه داره مبارزه میکنه، در حال تعرض به حکومت هستش، روش های مختلفی رو داره به کار میبره و در واقع به عنوان یک سنگری محکم در برابر بندوبست جمهوری اسلامی، چه بندوبست اسلام سیاسی، چه به کل حکومت و ابعاد مختلف داره حمله میکنه، تعرض میکنه. شما وضعیت این جنبش دانشجویی رو در برهه کنونی چگونه میبینید؟ ببینید، اولا همین امروزی که من و شما روز دوشنبه 24 اکتبر داریم مصاحبه میکنیم، همین امروز دانشگاه های ایران طبق اخبار رسانه ها در 20 دانشگاه های بزرگ به حال تجمعات اعتراضی گسترده بوده و این در ادامه تحرک اعتراضی این دوره است که این خروش انقلابی بزرگ در سراسری ایران الان 6 هفته رو میگذرونه. در نتیجه تحرک اعتراضی این دوره جدا از هم اون خیزش انقلابی بزرگی نیست که سراسر ایرانو در نوردیده، و همونطور که شما اشاره کردین، به ویژه امروز، در همین امروز در اون 20 دانشگاهی که اعتراض بوده، یه موردشون خیلی برجسته، در دانشگاه خواجه نصیر و سخنگوی دولت ظاهرا جسارت به خودش داد، اونجا در میان دانشجویان حاضر شد، اما دانشجویان با انزجار و نفرت اعتراضی خودشون نشون دادن دیگه دوره بساتچرخانی مهره های جمهوری اسلامی و وزیر و وکیلهاشو برن در میان دانشگاه و براشون روزخانی کنن و عوام فریبی بکنن و فریب کاری بکنن تموم شده. در حال عاقبت با شعارهای اعتراضی، با تعرض به کلیت جمهوری اسلامی، با همون مرگ بر دیکتاتور و همین شعار جا افتاده زن زندگی آزادی، عملا اون بساطی که دولتی ها میخواستن در خواجه نصیر اجرا کنن به هم زدن و این جسارت مبارزاتی بالا رو میخواد. این چی رو به ما نشون میده؟ اولا در همین 6 هفته که این خروش انقلابی بوده، پا به پای زنان، نسل جوان و الان کارگران با اعتصاباتشون، رانندگان، اون تظاهرات‌های توده‌ای در شهرهای مختلف، خب دانشگاه همگام بوده، متحد بوده، و به ویژه در 2-3 هفته اخیر که ابعاد دیگه اعتراض به درجه احساس میکنی فروکش کرده، اما دانشگاه پر جنب و جوشتر تعرض و حرکت اعتراضیشون رو ادامه دادن. این دقیقا بدون پیشینه نیست. دانشگاه در جامعه ایران از نزدیک به 70 سال قبل، دقیقا
نمیدونم 60 چند ساله میدونم نزدیک به 70 سال ایناست که مثلا در دانشگاه تهران به حال تحرک اعتراضی علیه حضور معاون رئیس جمهور وقت آمریکا همون نیکسون شروع شد. سه دانشجو اونجا جان باختن و در روز 16 آذر بود، یه 16 آذری به نام روز دانشجو ثبت شد که درست امروزی که ما صحبت میکنیم یه ماه و نیم مونده به روز 16 آذر و من فکر میکنم 16 آذر امسال یه نقطه عطفی خواهد بود در انفجار پتانسیل اعتراضی دانشجویان و دانشگاه و نسل جوان. میخوام بگم مبارزات دانشجویی یه سابقه نزدیک به 700 ساله داره. طبیعی نسل جوان پرتوقع ضد ظلم، ضد ستم، ضد استبداد، بر حال چشم و چراغ هر جامعه و از جمله در جامعه ایران هم بودن. در نتیجه کل تحرک اعتراضی همین 6 هفته اخیر دانشگاه و دانشجویان رو باید با در نظر گرفتن این پیشینه مبارزاتی حتی درخشان در جامعه ایران دید. و به ویژه دانشگاه در ایران چه در دوره سلطنت و به ویژه در دو دهه اخیر مدام مرکز ابراز وجود دانشجویان چپ، آزادیخواه و برابری طلب بوده، دانشجویان کمونیست بوده. به ویژه در دوره سلطنت تماما اینجوری بود، عمدتا دانشجویان چپ دست بالا رو داشتن علیه استبداد، علیه ارتجاع. و به ویژه در دو دهه اخیر با عروج دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب که در دهه 80 در دانشگاه تهران و دانشگاه بزرگ ایران اتفاق افتاد، یه نهادی به اسم دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب با اسم داب به مدت 2-3 سال به هر حال فضای مبارزاتی دانشگاه در ایران رقم زد، به هر حال یه تحول کیفی، یه نقطه عطف اساسی در مبارزات دانشجویی ایران که دیگه دانشجویان هم دست به ریشه بردن، فقط به اعتراض علیه استبداد یا دیکتاتوری خودشون رو محدود نکردن، بلکه مبارزه علیه استبداد رو گره زدن به مبارزه علیه سرمایه‌داری برای تغییر اساسی، برای آزادی و برابری، حتی برای سوسیالیسم. اینا رو گفتن، نوشتن، سر اون هزینه دادن. در اصل قابل پیش بینی بود. در این دوره معینم همگام و متحد و حتی در صف مقدم این مبارزات توده‌ای کنونی که بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاده، دانشگاه جلوی صحنه باشن و به نظرم مبارزات درخشانی رو در همین 6 هفته داشتن و امروز که ما داریم صحبت میکنیم یکی از اون روزهای درخشان مبارزات دانشجویی ایران بود. بله، سپاسگزارم. خب شاهد اعتراضات مختلفی بودیم، پراتیک های جالبی رو ما از سوی دانشجویان دیدیم، در واقع چه ابتکاراتی، تنوعی در واقع رفتار و یا پراتیک سیاسی و در واقع اقدامات میدانی که دانشجویان انجام دادن رو میتونیم ببینیم. به نظرم اولین قدم این بود به سرعت در بیشتر دانشگاه های سراسر کشور اولین ابتکارشون این بود همگامی، همقدمی مبارزاتی خودشونو با این خروش انقلابی که علیه به بهانه قتل مهسا امینی عزیز را افتاد نشون دادن. دیگه یعنی همگامی و اتحاد با اون تظاهرات های توده‌ای که در شهرها اتفاق افتاد، با اون جنب و جوش مبارزاتی که در بخش‌های مختلف و لایه‌های مختلف جامعه اتفاق افتاد، دانشگاه به وسط میدون اومد، نظاره‌گر نشد، نه تنها اون، در صف مقدم قرار گرفتن. خود این گسترش این اتحاد و همبستگی و این همگامی مهم بود. دو، همزمانی که در صحن دانشگاه ها اجتماع می کردن، شعار می دادن، اعتراض می کردن، سخنرانی داشتن، هر جا و هر شهری دیده می شد تظاهرات خیابانی داره اتفاق می افته، بهش پیوستن و الهام بخشش هم حتی شدن. سوم، بخش بیشتر شعارهای رادیکال
آزادی خواهانه، از شعار جمهوری اسلامی نمیخوای، از شعار نه روسری نه توسری آزادی برابری، از شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، از شعار علیه فقر، علیه تبعیض، علیه نابرابری، عمدتاً از جزء ابتکارات دانشگاهیان و دانشجویان بود. به نظرم یه ابتکار مهم دیگه در این دوره به ویژه در دو هفته دوم یا سوم بود در این خروش انقلابی اتفاق افتاد، این بود دانشجوان و حتی نه تنها دانشجوان، دانش آموزان هم در مراکز آموزشی به محل آموزش، به محل دانشگاه، به محل مدرسه می رفتن اما سر کلاس حاضر نمی شد. اسمش رو گذاشتن اعتصاب یا بعض جاها تحسن. به هر حال این ابتکار، این یه حرکت فعال بود، یه اعتصاب فعال بود. به اون معنا مرکز آموزشی رو ترک نمی کردن، دانشگاه ترک نمی شد، دانشگاه جای اجتماع بود، جای بحثا بود، شعار دادنها بود، ابراز وجود مبارزاتی بود. اما به جمهوری اسلامی دارن میگن تحت حاکمیت تو حاضر نیستیم آموزش ببینیم. و در این زمینه خیلی جاها استادا، معلما باشون همراهی کرد. اینم جنبه مهم دیگه بود. به نظرم بخشرم سرایت دادن اون تجارب مبارزاتیشون به مدارس و به محیطهای آموزشی، اینم جزو اون جنبه های مهم بود. مثلا همین امروزی که 20 دانشگاه در یک روز و همزمان دارن اعتراض میکنه، این خود به خودی نیست، تردیدی نیست، فعالین و پیشروان این 20 دانشگاه با همدیگه در ارتباط بودن، هم فکری کردن، شعار تعیین کردن و به علاوه تاکتیک مشترک تعیین کردن. اینا جزء اون ابتکارات مبارزات. البته در گذشتن بخشایی از اینا وجود داشته ولی الان دیگه ارتقا داره پیدا میکنه و به اون معنا جنبش دانشجویی داره میره به عنوان نسل جوان و پیشرو اون جامعه سهم قطعی خودش رو در این مبارزات ایفا بکنه. یادم رفت مثلا در این شعارا اونجایی که میگن کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد یا اعتصاب، انقلاب، اینا شعارهایی بوده که از دانشگاه اومده. البته شاید هم حتما از درون دانشگاه هم که گرایشات مختلف هست شعارهای نامناسب یا گرایشات مختلف اونجا هم عمل میکنن. اون چیزی که ما داریم روش تمرکز میکنیم بخش پیشرو دانشجوییه که این ابتکارات از خودش نشون داد. بله دقیقا. حالا به اشاره کردین به گرایشاتی که مختلفی که در دانشگاه بودن، در دانشگاه بابلسر، در دانشگاه مازندران و یکی دو دانشگاه دیگه ما شنیدیم. در کنار اتفاقا در همون دانشگاه شعارهای چپ و رادیکال هم بود که میگفتن نه روسری نه توسری، آزادی و برابری و شعارهای طبقاتی. اما بخشی هم بودن که شعارهای مانند مرد میهن آبادی رو سر میدادن یا روی کرد راستی رو داشتن. در این رابطه شما چه در واقع نظرتون چیه؟ چه ارزیابی داریم و باید چه کار کرد؟ ببینید دانشگاه و دانشجوان هم درست مثل جامعه گرایشات، خودت شما اشاره کردین، گرایشات مختلف توش هست، طیفای مختلف توش هست، جنبش‌های مختلف اجتماعی از راست تا چپ باستاب داره در دانشگاه. به هر حال همیشه اینجوری بوده، در کنار دانشجویان چپ، آزادی‌خواه و برابری طلب، دانشجویان کمونیست و سوسیالیست، خب دانشجویان لیبرال هم بودن، دانشجویان مشروط طلب هم بودن، دانشجویان جمهوری خواه هم بودن، دانشجویان دوره هایی که مثلا در یه دهه اول عمر جمهوری اسلامی دانشجویان اسلامی هم بودن، تحکیم وحدت و دانشان. این طبیعی گرایشات مختلف است ولی کل کاراکتر مبارزاتی دوره اخیر خل این خروش انقلابی چپگرایان است و طبعا در میان نسل جوان دانشگاه چپگرایان است. به همین دلیل شعارهای رادیکال و چپ بیشتر بوده. اما همین مثلا این نمونه‌ای که شما میگی یه نمونه شاخص از شعارهای ارتجاعی داده میشه، مرد میهن آبادی. به نظرم این اینو این شایسته
فضای دانشگاه، فضای مبارزاتی دانشگاه های ایران نیست. به ویژه زمانی که ما از قدیم تا به حال دیدیم دانشگاه ها در ایران و دانشجویان عمدتا دانشجویان رادیکال چپ وزن سنگینی داشته. من فکر کنم وظیفه شونه این شعار مرد میهن آبادی رو به نظرم دفن کنن، به حاشیه برونن. چرا؟ چون یک، یه شعاریه به شدت مرد سالارانه. همین که بحث مرد، تمام تاریخ جامعه ایران و جامعه مشابه راستش، فقط ایران هم نیست، در کشورهای خاورمیانه، آسیا، اسلام زده یا ناسیونالیسم زده و حتی در کشورهای بخش اروپا، عاقبت تو مثلا ناسیونالیسم ایرانی تاریخ 2500 ساله رو برای خودش تدوین کرده. در اون 2500 سال فقط مرد بوده و مرد سالاری بوده، حاکم بوده بر همه چیز، چه در قالب اسلام چه در قالب سلطنت. در نتیجه به نظرم هر بخش پیشرو جامعه و قبل از همه دانشجویان باید انزجار و نفرتشون رو از این شعاری که مرد رو داره برجسته میکنه، به اون معنا مرد سالاری رو داره برجسته میکنه، شوینیزم مرد سالانه رو داره برجسته میکنه، این در تقابل با این شعار مثبت زن، زندگی، آزادی دارن اینو مطرح میکنه. این شعار به شدت عقب مونده است، به شدت مرد سالارانه است، به شدت یه سابقه تلخی جامعه ایران از مرد سالاری داره که همیشه چماق دست اسلام و مذهب بوده. دانش انسان آزادی خواه باید انزجارش رو اعلام کنه از این. یا میهن، یه ناسیونالیسم اوریانه. به حال مگه تحت نام میهن و وطن به حال تو همون تاریخ 2500 ساله نمیخونیم چه قتل آمار انداختن؟ به بهانه تمامیت ارضی و میهن پرستی چه کشتارا را انداختن؟ همین الان جمهوری اسلامی مگه نمیگه این خروش انقلابی که در خیابونه خلاف منافع میهن و ملت، با همین بهانه همین امروز در دانشگاه ها دستگیر میکنن و تعدادی رو به قتل رسوندن. جنگ ایران و عراق 8 سال تحت نام منافع میهنی به جامعه ایران تحمیل نکرده. به نظرم دوره آزادمنشی بالایی در جامعه ایران شروع شده که باید این چنین افکار عقب مونده مرد سالانه در قالب مرد، ناسیونالیستی و ملیگرانه عقب مونده در قالب میهن و میهن پرستی باید دور بریزه. و همینجا من فکر کنم وظیفه دانشجویان آگاه و آزادی خواه به شدت با این شعار مرد سالارانه عقب مونده ناسیونالیستی مقابله کنن، حاشیه‌اش کنن، به قول شما دفنش کنن، کنارش بذارن و نذارن اون شعارهای رادیکال انسانی که آزادی برابری رو میگن، که همین خیلی شعارهای مثبت دیگه که الان وقت تکرارش، یه شعار خیلی درخشانشون میگن ما فرزند کارگرانی، اینا رو میگن. این وظیفه پیشروان آگاه و چپ و سوسیالیست در دانشگاه است. نظر این ارتجاع سر بیاره. به نظرم این شعار به شدت عقب مونده، ارتجاعی و باید واقعا دفنش کرد. بله، دست آخر میخوام از شما بپرسم که دانشجویان پیشروی چپ و کمونیست در فضای دانشگاه باید چه پراتیک سیاسی رو در شرایط کنونی در واقع انجام بدن یا اتخاذ بکنن؟ به نظرم تا به حالم بخش پیشرو دانشگاه، نسل جوان آگاه و چپا و سوسیالیست های اونجا کارهای درخشانی رو کردن که بخشن بهش اشاره کردن. یکیش ادامه اونه، ادامه اون ابتکارات مبارزاتی رادیکال انسانیه که خودش رو در چی نشون میده. یک، ادامه این اعتراضات، ادامه و گسترش این اعتراض رادیکال، نه هر نوع اعتراض، ادامه این گسترش اعتراض و رادیکال به ویژه در همبستگی و در اتحاد و در همگامی با این اعتراضات توده. دو، دست بردن به ابتکارات خلاقانه ممکن دیگر که بیشتر جمهوری اسلامی رو در محیط دانشگاه فلج کنه، حاکمیتش رو زیر سوال ببره، اداره امورش رو در دانشگاه زیر سوال ببره،
کاری بکنن بگن در دانشگاه سیطره جمهوری اسلامی دیگه باید تموم بشه. یکی از ابتکارات جالب دیگه‌ای که من یادم رفت الان بگم ادامه اونه، برداشتن این دیوار تفکیک جنسیتیه که همین روزا در دانشگاه‌ها به حال همین دانشجویان با مبارزه خودشون دختر و پسر این تفکیک جنسیتی عقب مونده عصر حجری رو پایان دادن. یکی برداشتن همین حجاب و پوشش اسلامی دیگه عمرش تموم شده. و مهمتر به نظر من وقت اینه کل این جنبش مبارزاتی تجسم پیدا بکنه در تشکل توده‌ای خود دانشجویان، مجامع عمومیشون رو در محیط آموزشیشون رو در دانشگاه برگزار کنن، شوراهاشون رو ایجاد کنن، کمیته و نهادهای رادیکال دیگرشون رو ایجاد بکنن. یعنی این جنب و جوش مبارزاتی باید تجسم تشکیلاتی تشکل توده‌ای رو پیدا بکنه و به ویژه پیشروان کمونیست در دانشگاه باید در فکر برقراری یه رابطه محکم بین دانشگاه با جنبش کارگری و با جنبش اعتراض توده‌ای شهری باشد. در هم آمیختن جنبش کارگری با اعتصاباتش، با این اعتراضات توده‌ای و تظاهرات، با این ابتکارات مبارزاتی در دانشگاه و در مدارس و اینا، همه اینا با معلمان با فرهنگان پیکره واحدی بشن به عنوان مشت محکم در مقابل جمهوری اسلامی. ما باید کاری بکنیم جمهوری اسلامی رو دیگه چنان به تنگنا بیاندازیم دیگه سرنگون بشه. بس اینه، جهت اینه و این توان بیشتری رو میخواد. و نهایتا پیشروان کمونیست باید واقعا به عنوان یه محافل و شبکه های به هم مرتبط به هم متحد در سطح یه دانشگاه، دانشگاه های مختلف در سطح استان با هم دیگه در سراسر کشور یه رابطه و یه شبکه متحد و به هم بافته رهبران و پیشروان کمونیست و سوسیالیست دانشگاه ها به وجود بیان که کاری بکنن مبارزات دانشجویی رو تماما سراسری کنن و مهمتر رابطه شون رو با جنبش کارگری و جنبش توده‌ای محکم بکنن. این سرخط اون کارهایی که پیشروان کمونیست این دوره میتونن به اون دست ببرن. بله سپاسگزارم. رحمان حسین زاده، به پایان گفتگوی خودمون میرسیم. خیلی ازتون سپاسگزارم که وقتتون در اختیار برنامه خودتون چالش گذاشتید. خیلی ممنون، با تشکر. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، میریم در این بخش برنامه به پای گفتگویی که انجام دادیم با رامتین فاتحی میشینیم و به برنامه خودمون ادامه باشیم.